مارکا کلیان امباپه را رئالی بدانید. رویای ستاره فرانسوی در آستانه تحقق. پی‌اس‌جی از آتش‌بازی در نقل و انتقالات دست بردار نیست. هالند در آخرین لحظات جانشین امباپه می شود. شوک بزرگ، رونالدو با یونایتد بازگشت. همه چیز در مورد انتقال امباپه به رئال. واکنش آنچلوتی به پیوستن امباپه به رئال و بازگشت رونالدو به یونایتد. با درود و سلام های مجدد، امیدوارم در هر جایی که هستید صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بزرگترین حمایت شما عزیزان از ما لایک این ویدیو هست، پس لطفاً اون را از ما دریغ نکنید. در صورت رضایت تب می توانید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. باشگاه منچستر یونایتد با انتشار یک توییت رسمی بازگشت کریستیانو رونالدو به اولترافورد را خوش آمد گفت. در حالی که در چند روز گذشته شایعات در مورد پیوستن این ستاره پرتغالی به منچستر سیتی شنیده میشد، در چرخش ناگهانی و ساعتی پس از اینکه مکس آلگری جدایی او را از یوونتوس تایید کرد، باشگاه منچستر یونایتد به طور رسمی اعلام کرد که رونالدو بعد از 12 سال به اولترافورد باز خواهد گشت. این باشگاه با انتشار یک چیز زیر در صفحات اجتماعیش نوشت: با خانه خوش آمدی. رونالدو روز گذشته برای آخرین بار کنتیناسا را ترک کرد. او به هم تیم‌های خود اطلاع داد که با بازی در یوونتوس ادامه نخواهد داد و گفته میشه جورج مندس مدیر برنامه‌های رونالدو در حال مذاکره با منچستر یونایتد برای بازگشت احتمالی به اولترافورد هست. اتفاقی که رونالدو حتی در زمان بازی در رئال مادرید هم بارها از احتمال آن سخن گفته بود. این انتقال در حال رخ داد که اوله گونار سولشار سرمربی یونایتد فاش کرد که شیاطین سرخ آماده هستند تا به رونالدو در ترک تورین کمک کرده و راهی برای جدایی از بیانکونری پیش پای او قرار دهند. سولشار در نشست خبری بازی با وولف در مورد رونالدو گفت: ابتدا بگویم که فکر نمی کردم رونالدو یوونتوس را ترک کند. اگر او به دنبال تیم دیگر هست می داند که ما اینجا منتظر او هستیم. رونالدو اولین بار در سال 2003 از اسپورتینگ لیسبون به منچستر یونایتد پیوست و در طول 5 فصل حضور در این باشگاه توانست قهرمانی در لیگ برتر و چمپیونز لیگ را تجربه کند و همچنین در سال 2008 برای اولین بار برنده توپ طلا شد. او در سال 2009 با انتقال 94 میلیون یورویی که او را به گرانترین بازیکن دنیا تبدیل کرد راهی رئال مادرید شد و اکنون بعد از 12 سال به جمع شیاطین سرخ بازگشت. جدایی پدیده لاماسیا از بارسا قطعی شد. ادعای موندو دیپورتیوو: الایش موریبا با زودی از بارسا جدا می شود و باید دید مقصد بعدی او چی تیمی هست. الایش موریبا نیم فصل دومی فصل گذشته وارد ترکیب تیم اول بارسا شد و خوش درخشید تا از او به عنوان پدیده جدید لاماسیا یاد شود. فصل تمام شد و به نظر می رسید امسال شاهد قطعی شدن حضور الایش در تیم اول بارسا باشیم، ولی مذاکرات تمدید با او خوب پیش نرفت و الایش همه پیشنهادات باشگاه را رد کرد. او معتقد است پیشنهاد بارسا در واقع بی احترامی به وی بوده و پس از ملاقاتی روز گذشته با مدیر برنامه هایش تصمیم به جدایی خود را قطعی کرد. این مسئله به اطلاع سران بارسا نیز رسیده و آنها نیز مخالفتی ندارند. الایش موریبا از لایپزیگ پیشنهاد جدی دارد، ولی باشگاه آلمانی تنها حاضر است 6 میلیون یورو برای این بازیکن هزینه کند، در حالی که بارسا با کمتر از 20 میلیون یورو راضی نیستند. تاتنهام نیز دیگر باشگاهی است که علاقه‌مند به جذب الایش است و البته صحبت از چلسی و منچستر سیتی نیز در میان است. از قرارداد الایش تنها یک سال باقی مانده و در صورت جدایی یا راهی بوندسلیگا می شود یا لیگ برتر. کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی پاریس سن ژرمن در راستای پیوستن به رئال مادرید قرار دارد. در فاصله 4 روز تا پایان نقل و انتقالات تابستانی آخرین اخبار در مورد انتقال امباپه به رئال مادرید را بررسی می کنیم. دستمزد امباپه در رئال مادرید چقدر خواهد بود؟ کلیان در حال حاضر سومین بازیکن PSG از نظر دستمزد است که ماه 2 میلیون 98 هزار یورو دریافت میکند، یعنی سال 25.1 میلیون یورو. اگر مالیات را کم کنیم امباپه فقط سال 13.98 میلیون یورو در PSG دریافتی دارد، در حالی که نیمار به طور خالص سال 36.7 میلیون یورو دریافت میکند. پیشنهاد آخر الخلیفی با امباپه همچنان کمتر از دستمزد مسی و نیمار بود. امباپه در صورتی که برای آل بیاید سال 25 میلیون یورو دریافت میکند که سال 11 میلیون یورو از دستمزد کنونیش در PSG دریافتی بیشتر دارد و به پردرآمدترین بازیکن ترکیب رئال تبدیل میشود.
ایوایانوس شخصیت یوتیوبر مشهور اسپانیایی در مورد امباپه نوشت ماجرای امباپه را باید با دقت بررسی کرد. او از کشورش و باشگاه شهرش جدا می شود تا سال 15 میلیون یورو کمتر دریافت کند. یک شماره پیراهن مزخرف را خواهد پوشید. خبر از معرفه کهکشانی به خاطر کرونا نیست. این جوان از توماس رونیک را سردبیر آیس هم رئالی تر است. آیس گزارش داده است که پی‌اس‌جی ترجیح می دهد که انتقال کیلیان امباپه قبل از ریزکشن به انجام شود. آنها می خواهند که در بازی مقابل رنس هر سه ستارهشان یعنی امباپه، نیمار و مسی با هم در زمین باشند. چرا که اگر این سه با هم عکس بگیرند و امباپه در نهایت بر آل مادرید بیاید نشانه ضعف آنها خواهد بود. از سوی رئال ترجیح می دهد که انتقال در روز شنبه انجام نشود. چرا که نمی خواهند تمرکز تیم برای بازی با بتیس به هم بخورد. امباپه شماره 5 زیدان را می پوشد. در حال حاضر محتمل ترین شماره ها برای امباپه شماره 23 و 5 هستند، شماره هایی که فعلا در اختیار مندی و وایخو هستند. اما با توجه به اینکه این دو بازیکن هنوز در لالیگا بازی نکردند، شماره هایشان ممکن است خالی شود. شماره 23 شاید برای یک مهاجم منطقی تر باشد، اما شماره 5 با توجه به اینکه زمان بتن زیدان یعنی اسطوره امباپه رفتن نیز می تواند شماره خاص باشد. PSG از آتش بازی در نقل و انتقالات دست بردار نیست. هالند در آخرین لحظات جانشین امباپه می شود. پاریس سن ژرمن قصد دارد تا بلا فاصله بعد از فروش کیلیان امباپه برای آل مادرید جای او را با یک ابرستاره جوان دیگر پر کند. به نظر می رسد پنجره نقل و انتقالات کاملا باور نکردنی PSG هنوز تمام نشده است و هنوز یک صفحه بزرگ از این کتاب ورق نخورده وجود دارد. گزارش های مبنی بر اینکه PSG بعد دنبال جذب ایرلینگ هالند به جای کیلیان امباپه هست شنیده می شود. البته این اخبار مقید به گزارش هایی است که نشان می دهد کیلیان امباپه قصد دارد برای آل مادرید برود و پاریس سن ژرمن را ترک کند. عصر روز سه‌شنبه خبری مبنی بر پیشنهاد رئال مادرید برای خرید کیلیان امباپه با 160 میلیون یورو منتشر شد. گفته می شود آن پیشنهاد رد شده است. با این حال به نظر می رسد قرارداد امباپه برای رئال مادرید نزدیک و قریب الوقوع است. اکنون باشگاه پایتخت نشین فرانسه به نظر می رسد در تلاش برای جایگزین امباپه با ایرلینگ هالند است. بر اساس گزارش مطلع خبرنگار تلگراف، PSG در تلاش است آخرین دقایق پنجره تابستانی نقل و انتقالات هالند را جانشین امباپه کند. در همین حال مینورایلا مدیر برنامه‌های مهاجم نروژی بورسیا دورتموند در مورد اینکه آیا میتوان این مهاجم را از بورسیا دورتموند خریداری کرد یا نه اعلام کرده است که تنها چند روز از پنجره نقل و انتقالات باقی مانده است. به هر حال باید دید که آیا در نهایت پاریس سن ژرمن موفق به جذب یک ابرستاره جوان دیگر به جای امباپه که مسیر مادرید را در پیش گرفته است میشود یا خیر. سرمربی ایتالوی رئال مادرید میگوید که پیوستن رونالدو به منچستر یونایتد اتفاق بسیار خوبی بوده است. سرمربی رئال مادرید گفت که بهترین گزین این باشگاه به تیم پیوسته که سالهای درخشانی را در آن گذرانده است. آنچلوتی در خصوص بازگشت رونالدو به منچستر یونایتد گفت این اتفاق خوبی هست، زیرا رونالدو به تیمی باز میگردد که هوادارانش او را بسیار دوست دارند. برای یونایتد او خرید بسیار خوبی هست. برای رونالدو بهترین ها را آرزو میکنم. رابطه خوبی با سولشایر دارم و منچستر یونایتد باشگاهی است که من به آن علاقه دارم. آنچلوتی در ادامه درباره احتمال پیوستن امباپه به رئال مادرید گفت انتظار چنین سوالی را نداشتم. این موضوعی است که باشگاه آن را مدیریت میکند. من و بازیکنانم به بازی فردا فکر میکنیم. در این باره چیز دیگری نمیتوانم بگویم.